این لاملک هم دیدیم دیگه، دیدیم این لاملک چجوری. آیا در واقع میشه از اسپن، حالا من این رو اینجا پاکش بکنم، بیام اینجا اسپن رو بذارم، مثلا یه دی سیست تست و یه چند تا کنترل دی و این شکل کنار هم دیگه قرار گرفتم. خب بیام اینجا برمیگردم میگم اسپن ویتس و هیت که نمیگیره طبیعتا، مارجین مثلا مارجین لفت 5 پیکسل و میذارم به این شکل. اول چی شدن از هم مارجین میگیرن، اوکی. از مارجین به همه المنت ها داده میشه. حالا تاپش چی؟ مارجین تاپ مثلا برمیگردم میگم 5 پیکسل. خب 5 پیکسلش در واقع چی شد؟ اعمال شد به این المنت ها؟ نشده، ولی اینجا داره میذاره. چرا؟ خاطر اینکه این لاین ها هیت نمیگیره. خب خودشو در واقع بیاد به این شکل، حواستون باشه به اینا. اینا اگه به این شکل دادید و هر کاری بکنید ببینید مارجین تاب نمیگیره، بخاطر این کاراکترش این شکلی هست، نمیتونه در واقع تغییر بکنه. مگر اینکه شما دیسپلیش عوض بکنید، دیسپلیش که عوض بشه در واقع بیاد بشه مثلا حالا این لاین بلاک بلاک، در واقع میتونیم بهش این قدرت رو بدیم که واقعا جابجا بشه بهش. خب اینا از نوع اسپن. پس مارجین لفت رایت رو میگه. خب لفت رایت کسی سختی نیست، سمت راستش چپش میتونه در واقع تغییر بکنه، ولی تاپ و باتم که به ما در واقع اجازه رو نمیده. خب بریم سراغ یه سکشنی فرض کنیم داخلش هستش و حالا نمیخواد کلاسیم نداره، یه پی داخلشه، یه لورم، یه لورم و اصلا چرا اینجوری سکشن نمیخواد و یه پی. خب این شکل حالا بیام اینجا یه فنج بزنیم و به این شکل هستش. خب میام اینجا برمیگردم میگم پی پدینگ یعنی تو رفتگی. اگر سرچ بکنید تو اینترنت خب چیز سختی نیست. ما اگه بیام اینجا به جای مارجین بنویسیم پدینگ، پدینگ رو خواهیم دید. پدینگ به سمت داخل توه این هاشش، یعنی پدینگ لفت داریم، پدینگ تاپ داریم، رایت داریم و باتم. دقیقا ما میتونیم با رنگ سبز اگر بیایم اینجا F5 رو بزنیم، در واقع پدینگ رنگ سبز، رنگ که ایشون گذاشته، میایم اینجا. فقط نکات رو باید حواستون باشه، شما اگه پدینگ حالا مثلا لفت داریم میذارید 20 پیکسل و پدینگ رایت داریم مثلا میذارید 20 پیکسل و پدینگ باتم داریم تاپ دارید میذارید 20 پیکسل و اگه پدینگ هم مثلا باتم هم بذارید 20 پیکسل، الان یه نکته اینجا به کار ما خواهد اومد. من اگه اینجا بادی رو باز بکنم، سبز رنگ چیه؟ پدینگ. اگه بیایید اینجا میبینید 20 20 20 20. اوکی، فقط یه چیزی دیگه، ویتسش 1310 ضرب در 54، یعنی در واقع 54 هیتش نیست. چقدره؟ 1310 میشه یه 20 اینور یه 20 هم اینور، میشه 1310 علاوه 40 میشه 1350. در واقع اگه شما بیاید اینجا قرار بگیری میبینید زده چند؟ 1300 رو میبینید؟ 1350 رو؟ خب زده مقدارش 1350، هیتش هم دیگه مقدار 54 نیست، 50 به علاوه در واقع 40 به علاوه 54 میشه 94. یعنی شما وقتی که دارید از پدینگ استفاده میکنید اصطلاحا به المنتتون ویدس و هیت اضافی میده و این خوب نیست. چرا؟ اگه من اینجا F12 رو بگیرم، شما یعنی پدینگ لفت رو بده 100 تا، خب و پدینگ در واقع رایت رو هم بده 100 تا به این شکل مقادیری که داری. این رو الان بیایم اینجا میبینید که در واقع به این شکل داره اتفاق میفته و این رو در واقع چیکار داره میکنه؟ به سمت چیکار میکنه؟ به سمت داخل این رو داره هول میده، یعنی 100 تا 100 تا 20 تا 20 تا اینجا من دارم. خب دیگه در مورد پدینگ، حالا میتونیم در واقع به این شکل داریم میتونیم پدینگ رو هم به صورت خاص هم استفاده بکنیم. در واقع بیم ساعتگر، بیم بگیم بالات باشه 50 پیکسل، چپت باشه 50 تا، راست 50 تا، پایینت 100 تا و چپت مثلا 200 تا. بیام اینجا F5 رو بزنم و اگر بیام اینجا روی پی نگه دارم میبینید 200 150 50 به این شکل شده. خب بریم
1150 و 204. خب که هیتش شد. این هم مقدار سبز رنگ. برای اینکه ما در واقع نخواهیم ویدث و هیت این، حالا میتونید به این شکل هم بدید دیگه، یه دونه ای هم بدید میشه 50 پیکسل، یعنی همشون 50 پیکسل در واقع پدینگ بگیره به این شکل، همشون 50 تا اگه به پای میبینید. یه دونه هم داریم در واقع دوتایی، مثلا بگو 50 پیکسل 50 پیکسل، هم بالا هم پایین 50 تا به این شکل، میتونید بالاش رو مثلا بالا پایینش رو بگید 100 تا و بیاد به این شکل بشه، یعنی 100 بالا پایین 100، سمت راست و چپ هم 100. خب این در واقع 1250 اومده 50 تا اینجا، 50 تا هم سمت جنین شده 1150. خب من میخوام این اتفاق نیفته، یه دستور داریم به نام باکس سایزینگ، میدیمش مقدار border box. content box بدید هیچ تغییر نمیکنه، border box که بدید میاد چیکار میکنه اینجا 1200 در واقع پیتون رو که دارید بزنید alt F2 بدم با این مارجینه. خب اینجا که این مقدار رو میدید دیگه به این شکل در واقع کارتون رو خراب نخواهد که اینجا پدینگتون رو که دارید در واقع نمیاد اینجا بهش این مقدار رو اضافه طوری در واقع نمایش بده. بریم حالا تو مثال های دیگه بیشتر بررسیش بکنیم که چه شکلی میشه این رو بهترش. خب بریم تو پس پدینگ رو فهمیدیم به چه شکل هستش، بریم باکس سایزینگ و بوردر باکس رو استفاده بکنیم توی پروژه ما. تو پارالکس میخوایم یه سکشن رو توش قرار بدیم، یه H1 یه P توشه، میخوام اون سکشن رو یه ویتس و هیت بهش بدم، حالا ویتس بهش بدم و عناصر داخلش هم بکشم تو و بکشمش وسط، همون در صورتی یاد گرفتم. خب توی پارالکس استفاده کنم.